من مسعود بهنوت هستم. نامی که مرتضی ممیز زنده یاد به من داد رو میپسندم، بنابراین به خودم هم میگم که من میرزای پیر شهر شما هستم. این رو به خاطر این ممیز من گفت که تعجب میکرد از این که من از باری که 20-30 سالم بود قصه های تاریخی میگفتم، تاریخ در یادم مانده بود میموند و اونها رو گاهی اوقات به شکل قصه در میبردم، گاهی اوقات در امور دیگه ای در مقالاتم اینا به کار میرفت، تا یواش یواش جرأت اینو پیدا کردم که گهگاه هم بنویسم. اول هر کدوم از کتابایی که نوشتم، از 17 کتاب تذکر دادم که اون چی که می نویسم تاریخ نویسی به ترتیبی که مورخی می نویسن نیست. مورخ نیستم من، بلکه این یک نوع عشق ورزی با تاریخ است، اما موظفه که از محدوده حقیقت خارج نشه. اما شما وقتی که قرار بشه صدها سال رو در چند دقیقه جمع بکنید و در این حال به ترتیبی بگید که باقی بمونه در ذهن و تبدیل به قصه واری بکنید، در اون صورت پیداست که آرایشش تغییر میکنه. در یک جایی نوشتم که نگاه هم به این موضوع، یعنی موقعی که قصه مینویسم انگار که یک عکس قدیمی داریم از یک خیابان، یک درخت، یک باقی که سیاه‌سفید هست و ساییده شده است و کم رنگ شده، رنگش پریده، و من این رو با مداد رنگی برگاشو سبز میکنم، آسمون رو آبی میکنم و دخالت میکنم، ولی از اون پایه اصلی سعی میکنم که دور نشه. مادر و تاریخ. سال 880 خورشیدی. این زمان زمانی است که شاه اسماعیل صفوی تونست از قلعه‌ای که در اونجا محصور بود بیرون بزنه و بره و خودش رو برسونه به اردبیل و از اونجا به مازندران، و در مدت کوتاهی بعد یک لشکری بزرگ پیدا کنه و این لشکر بزرگ باعث ایجاد سلسله صفویه بشه، که سلسله صفویه معنی دیگرش این استش که 1000 سال کم و بیش بعد از آمدن اعراب به ایران، دیگه در ایران سلطنت به معنی قدیمش یعنی شاهنشاهی برقرار نشده بود. یعنی دیگه کل محروسه فلات ایران به هم پیوسته نبودند. درسته که نامهایی در این وسط بود، ولی ایلاتی بودند که در بخشهای مختلف کشور به حکومت رسیدند. و در حقیقت میشه گفت که ملوک و طوایفی بود که بعد از اومدن مغول گسترده بیشتری پیدا کرد، 2 قرن موندش و از این قبیل. ولی از زمان صفویه بودش که ایران دوباره، حکایتی رو که در زمان ساسانیان برش حاکم بود، دوباره به دست آورد، زبان فارسی رو گسترش داد و حسابش از اعراب جدا شد و در این حال دینش یا مذهبش دقیق تر بگیم از همسایگان مسلمان جدا شد. پایه این کار چی بود؟ پایه این کار مادر شاه اسماعیل بود. شاه اسماعیل مادری داشت و هم مادر بزرگی، ولی مادر درش خیلی اثر داشت. مادر و مادر بزرگش هر دوتا از نام‌آوران شاهزادگان
اطراف ترابوزان و مناطق نزدیک به یونان بودند. در اونجا حکومت داشتن سالیان سال. و از بل دسپینا که شخصیت خیلی بزرگی هست ولی حالا با او کاری نداریم، بعد دخترش مارتا. مارتا که بعدن هم عنوان آلیا شاه بیگم گرفت در ایران، مادر شاه اسماعیل بود. از زمانی که شاه اسماعیل متولد شد، در مدت کوتاهی بعد از تولد شاه اسماعیل پدرش کشته شد و مارتا با جمعی از نگهبانانش و خدمه و حشمش به اضافه کشیش‌هاش رفتند به طرف اینکه یک جایی محصور بمانند با هم، که اول رفتند به اردبیل و بعد جاشون چند بار تغییر کرد، به شیراز رفتند. در این فاصله چند کشیش مسیحی به خاطر مارتا و به احترام او که اصلا شرط ازدواجش با اوزون حسن این بودش که مسیحی بماند و همواره یک کشیش همراهش باشه، این شرط رو به جا آورد و در همه راه دو سه نفر از کشیش‌های باسواد ترابوزان همراهش بودن و یکی از یونان. بنابراین شاه اسماعیل از کودکی تحت نظر اینها بزرگ شد. اولا این خاندان، یعنی خاندان پدری خودش، هم در 7-10 پشت خانواده بسیار مهمی بودند. صوفی بودند و ایرانی بودند و برخلاف سلسله‌های دیگه‌ای که اومدند از جای دیگه بیرون از ایران نبودند و شاعر مسلک بودند و مثل همه صوفیان و صوفیان مثل پدر بزرگش شیخ صفی الدین که اسمش از اونجا اومده، اسم صفویه، اینها همه آدم های آشنایی بودند. مقصودم اینه برای کلن، برای منطقه، برای گیلان، مازندران، آذربایجان فعلی، برای این مناطق اینها آدم های مشهوری بودند، یعنی خانواده حکومتگری بودند که از سالهای سیل که از سالهای پیش در این کل منطقه و حتی در منطقه‌ای در داخل ترکیه امروز ترابوزان و اطراف بسیار نفوذ داشتند. شاه اسماعیل تنها یادگار حضور حسن در این دوره با این معلم‌هایی که داشت که مسیحی بودند بزرگ شد و اونها از یک طرف بهش دلاوری که بعداً باعث شد که قشون قزلباش تأسیس شد یاد گرفت. شمشیرزن فوق‌العاده‌ای بود، اینطور که در نوشته ها اومده. و از طرف دیگه علم و دانش، مدیریت، به همین جهت هم در 4 سالگی نشانه هایی که میدند انگار که باید قبول کنیم یه نابغه‌ای بود. نابغه‌ای که کسی مثل مارتا که او هم مثل مادرش به زیبایی مشهور بود و بسیار اشرافی میزیست، او بالا سرش بود. در اینجا نقش مارتا کم نیست. یکی از نقش‌هایی که اینجا باید دید که مارتا مادر مسیحی شاه اسماعیل درش نقش داشت، همون آوردن و مأمور کردن کشیشا بود بر اسماعیل. پس بنابراین اگر ما اینجا بگوییم که مهمترین تحولی که در اون زمان اتفاق افتاد غیر از رشادت و متفکر بودن اسماعیل، غیر از این راهی بود که اونها پیدا کردند وقتی که به اردبیل رسیدند یا در تبریز، و اون این است که ناگهان طایفه‌ای که در حقیقت مذهبشون مذهب دیگری بود، ناگهان تشیع رو مذهب رسمی اعلام کردند. این حادثه بسیار مهمی بود. اولین سلسله کاملا مستقل ایرانی رو بعد از حمله عرب به وجود آورد. و به این ترتیب اگر بخوایم خلاصه کنیم، همون کاری اتفاق افتاد که در همون زمانها، یعنی در همون سال حدود 880 خورشیدی دارم میگم، در همون زمانها بودش که در بریتانیا، همین جایی که من الان
دارم با شما صحبت میکنم هم رخ داد، یعنی اینجا هم هانری هشتم اومد و خودشو از قید کاتولیکا جدا کرد و اعلام کردش که یک مذهب دیگری، و به این ترتیب مذهب آنگلیکان متولد شد که اگر اون مذهب نبود احتمالاً این جزیره بریتانیا این استقلال نسبی رو که نه نسبی قطعی رو که داره احتمالاً نمی داشت. یک مذهب جدیدی درست کرد که به حال الان پراکنده در جاهای مختلف دنیا هست، بهش هم یک قدرت و غرور ملی بخشید. این در مورد شیعه و صفوی هم اتفاق افتاد. به همین جهت هم ما هیچ سلسله پادشاهی در طول این مدت، یعنی در مورد ساسانیان و هخامنشی نمیدونیم، محتمل است که کوروش و داریوش داشتند، ولی به هر حال در این 500 سال اخیر هیچ سلسله سلطنتی به اندازه صفویه محبوب مردم نبوده است. شاید بشه گفت که این محبوبیت بیشتر ناشی از همین مذهب است و اینها به هر حال بنیانگذار این مذهب در ایران بودند و بعد صدا کرد دانشمندان و عرفا رو، علما رو، و برای مذهب شیعه کتاب ها نوشتند و پایه و اساس روشن کردند که بعدن دیگه در دوره نوادگان شاه اسماعیل ادامه پیدا کرد. اینها همه از دید من از اثر مارتا بود. شاید به همین دلیل هست که مثلا فرض کنید که کسی مثل آقای آل احمد در کتاب غرب زدگی خودش معکوس اینو، چون داره غرب زدگی و رو به تمدن بودن ایرانی ها رو یه عیب میشموره، در اونجا میگه این حادثه، یعنی حادثه ازدواج اوزون حسن با مادر اسماعیل، این حادثه شروع بدبختی ایران هست. رو تیشون لفظ بدبختی رو به کار نمیبره، بلکه معتقد است این آغاز توطئه بوده است و این نزدیک شدن ایرانی ها با اروپا رو و هم خانواده شدن با بخشی از اروپا رو، یونان و حتی ایتالیا و اونجاها رو، یه نوع توطئه علیه ایران و مذهب میدونه. اما از این که بگذریم، پس بنابراین نقش مارتا رو اصلا کم نبینید. این شروع تاریخ معاصر ماست و مارتا زنی است که اسماعیل رو برد و اسماعیل اوجوبه تاریخ بود. 23 سال سلطنت کرد و در این مدت از شمال و جنوب ایران تاخت و هرگز جایی صحبت از این نیستش که با شمشیر تسلط کرد، گرچه شمشیر هم میزد ولی بیشتر با حسن رفتار و مهربانی و این حال سوادش، و از همه مهمتر شیعه‌ای که بر خود دوخت و در حقیقت برای ایران دوخت، اینها همراهش در همه این سالها اومد و تا سالها بعد از اینکه سلطنت صفویه پایان گرفت، یعنی 235 سالی که صفویه مسلط بود بر ایران، وقتی که پایان گرفت تا سالها بعد، شاید بشه گفتش تمام دوره قاجاریه را هم باید ادامه صفویه به حساب آورد، به خاطر اینکه هم اون اساسی که شاه اسماعیل ایجاد کرد هم اون اساس باقی موند، هم اون رفتار با روحانیت باقی موند و هم بسیار دیگه، غیر از اینکه اصولا قاجار در سلسله انصابی که برای خودش نوشته داره ارتباط خودش رو با صفویه هم نسبی میدونه. اینها در همه این سالها از این محبوبیت بهره بردن. همه کسایی که سر کار اومدن و پادشاه شدن مثل اسماعیل یا مثل شاه عباس نبودند، یا مثل شاه صفی یا مثل شاه سلیمان، نه، بسیاریشون هم تنپرور بودند، مثل همه چیزهای موروثی، کسایی که بر اساس موروثی انتخاب شدن به پادشاهی، اول ولیعهد شدن و پادشاه شدن، طبیعی است که قطعا اونها آدم های بزرگی نمیتونن بشن، نشدن. به همین جهت هم رسید کار به اینکه بعد از چندین پشت، بعد از اسماعیل همطور که عرض کردم، بعد از 235 سال صفویه هم مثل هر سلسله دیگه سقوط کرد، ولی مردم انگار حاضر نبودن بپذیرند که شاه اسماعیل رفته و تاج
ببخشید خطا گفتم، تاج شاه اسماعیل رو یک کسی مثل شاه سلطان حسین که اصلا قائل به شاهی نبود و بیشتر خودش رو ملا میدونست، در اصفهان برد به دست خودش تقدیم کرد به محمود. محمود از منطقه نزدیک قندهار از افغانستان فعلی اومده بود که در اون موقع با ایران همسایه نبود بلکه هم خون بود هم خانه بود، و به همین جهت هم یکی از پستی های تاریخ نویسی معاصر این سالهای ایران این استش که به مثلا فرض کنید به حرکت عجیب نادر در رفتن به هند و نماندن و اومدن و اون همه ظلم کردن به عنوان امر بزرگ تلقی میکنن و از نادر گاهی اوقات به بزرگی یاد میکنن، در حالی که به اومدن محمود میگن فتنه، در حالی که اینم باز یکی از شوخی ها و دست بردن های حکومت های بعدی است که بر سر تاریخ آوردن. اما همه این گفتم که بگم که این 230 سال که تاریخ ایران را دگرگون کرد و هنوز که هنوزه است بعد از این همه سال ایران داره تقضیه میکنه از اون فرهنگ و از اون رفتار و از اون مذهب و از اون تکیه به خداوند، از راهی که میبره، گاهی اوقات استفاده بد ازش میکنه گاهی اوقات استفاده خوب میکنه، ولی به هر حال ساروجی است که فلات ایران رو در کنار، یعنی محصور بین مسیحی ها از یک طرف، از طرف بالا ارتدوکس روسی و از این طرف هم به اصطلاح دستگاه قسطنطنیه و بغداد، همه اینها آمادگی داشتن که ایران رو به عنوان مستعمره خودشون یا باج بگیر خودشون نگه دارند و نگه هم داشتن، ولی با محمود همینا تمام گرفت. چنین چیزی از اثر تدریسی است و سخنی است که در گوش او از بچگی خونده شد توسط مادر، زنی به اسم مارتا، که این تاریخ مذکر نام او رو به بزرگی برای اون تاریخ کمتر اتفاق افتاده که ذکر کرده است. اما زن بعدی، بیشتر کسانی که در زمان ضعف آخرهای صفویه بلند شدند که دوباره به اصطلاح کاری بکنند، حتی نادر افشار، اینها یه گهواره آوردن گذاشتن اونجا، گفتن که این گهواره نواده اسماعیله و خودشون رو به عنوان نایب اون گهواره یا پیشخدمت اون گهواره یا رئیس دفتر اون گهواره معرفی کردن. نوشته شده است که در جاهای مختلف ایران کسانی از صفویه مونده بودند و ظاهر می شدن و خودشون رو نوادگان اسماعیل خطاب می کردن و برایشون آرام اگر که می بردن برایشون امامزاده ساخته می شد و صفویه آنچنان احترامی داشت که حتی بعدها که این سلسله رفت و به هر حال یه سلسله قائمی اومد، اون سلسله قائم هم میترسید که خودشو بگه قاجارم، بنابراین او هم نسب صفویه رو به خودش بسته داشت و سالهای اول با همین نسب با یاوره همین نسب کار کرد. اما از این سالها که سالهای عجیبی است در تاریخ ایران اگه بگذاریم، در این فاصله یکی از طوایف ایران، قاجارها، که قدرتمند بودند، از قبل قدرتمند بودند در شمال ایران، یکی از اینها بار دیگه ازشون یک زن طلوع کرد، زنی که در اصل نوشته شده است که برای حرمسرای شاه سلطان حسین خوانده شده بود ولی به عقد رئیس ارتش او در اومد و طلیخان
و اون زن که در بعضی جاها اسم او رو جیران نوشتن و بعضی جاها امینه نوشتن، اون زن زن غریبی بود، در حالی که شوهرش خیلی زود در حالی که بچهش کوچیک بود کشته شد به اقوای نادرشاه افشار، که البته شاه نبود اون زمان. و در این فاصله این زن موند و تحمل کرد، اول شوهر رو هل داد به سمت این که بره و اون شوهر خیلی رشد کرد، و بعد که او رو کشتن و نادرشاه در مقابل او یعنی ایل افشاریه رفتن بالا، این به کوشش خودش ادامه داد تا بعد رسید نوبت زندیه در شیراز که در اونجا یکی از دختران خودش رو خدیجه رو به عقد کریم خان در آورد و دوتا نبه های خودش رو گماشت که همراه او باشن، که در امنم باشن از دست این. دوتا بودن از نبه ها، دوتا پسر بودن، که پسر اول در یک فراری عجله کرد و یاقیگری کرد و کشته شد به دست افراد کریم خان، و پسر دوم که آقا محمد خان باشه موند اونجا. فرمانی که مادر بزرگش داده بود، خدیجه عمش که تو حرم بود، تو حرم هم زن با کفایت بود و قدرتمند بود، در اونجا نگهداری شد تا موقعی که خبر اومد که در حال مرگ است کریم خان، و با تدبیر اون خدیجه که به دستور مادر بزرگش صورت گرفته بود، این فرزند یعنی آقا محمد خان پرید بر اسب و تاخت تا دامغان. دامغان یکی از مراتع یا به اصطلاح مناطق متعلق به قاجار بود و قصرهای اولیه رو اونجا ساختن قاجار. ولی این زن یعنی بگون جیران یا امینه، همه کار برای این که فرزندش همدستان خان به سلطنت برسه کرد، ولی عجیب اینه که وقتی که رسید از سفر روس برگشت، توی بندر بهش گفتن که ممسن خان مرده هست، گفت آقا محمد کجاست؟ یعنی از همونجا حد زده بود سرنوشت، و از اونجا بود که فرستاده شیراز و رفت. نوشته شده است و گفته شده است که در کتابخانه آقا محمد خان که در شیراز باقی مونده بود و بعدها تاراج شد، بسیار کتاب فرانسوی بوده است، که اینها به دلیل اینکه اون مادر بزرگ هم مثل مادر صفدی ها یه رگه اروپایی داشت، ماریا رو میگم، مادر شاه اسماعیل. اینجا هم یک زن اومد و اومد و بالاخره به خواستش رسید و در پیری تونست شاهد اون باشه که آقا محمد خان شد مالک، یعنی اقوام همه اقوام رو سرکوب کرد و شد مالک. آقا محمد خان جزو اولین پادشاهان تاریخ ایران بود، لابد به کمک این مادر، مادر بزرگ، که بیشتر از حد این که پادشاهی کنه و اشرت کنه آرزو و خیال داشت. چرا اینو میشه گفت؟ به خاطر اینکه او تا روزی که زنده بود روی زین اسب خوابید، و در تمام این مدت ایران رو از شمال، از شرق، غرب و از جنوب گسترش داد و دست به دست می شد. نه اینکه نبود، ولی انقدر پیوسته به هم نبود. او با یک خشونت و تندی و در این حال بذر و بخشش، و از همه اینها مهمتر این که به هر ترتیبی بود جواهراتی رو که نادرشاه از هند، از فتح هند به دست آورده بود، اینها رو تونست از خانواده او پس بگیره. این خیلی حادثه مهمی بود، یعنی کشور صاحب جواهراتی شد که هنوز در این لحظه‌ای که هستیم شریکش کوهنور و دریای نور شنیدید که یکیش در بریتانیا هست و یکیش در تهران، و این یکی از جواهراتی است که نادر از اونجا برده بود و تیر طایفه نادر بین خودشون تقسیم کرده بودن، و با یه ترتیب عجیب و غریبی آقا محمد خان اینا رو تو هر سوراخ که بود گیر آورد، به هر ترتیب بود. بعضیشون عقد کردن و دستی دادن بهش، بعضیشون کم عقلی کردن مثل لطفعلی خان جانشینشون، و
تونست اینا همه رو پس کنه و ازش یک صندوق شاهی بسازه. این اولین بار بود که یه همچین تدبیر اومد و به نظر میرسه او در حالی که هیچ جای قصر برای خودش نساخت، اتاقی هم نساخت، در این میان چون برادر خودش هم کشته شده بود و خودش هم فرزندی نداشت، برادرزاده خودش رو که فتلیشای بعدی باشه که اسم پدر بزرگشون روش بود، او رو کرد ولیعهد خودش و برای اینکه این رو میخکوب کرده باشه و از این درایت ها کم نکرد، این بودش که مادر این فتلیشا رو هم به همسری گرفت و نتیجه فتلیشا عملا شد فرزندش یا فرزند خودش رو در این حال برادرزادش. و فرمانی که به این داد این بودش که شما مراقبت کنید از فضا، من تا وقتی که زنده ام باید که به مقصودم برسم. مقصودش چی بود؟ مقصود کسی که در حقیقت محروسه فعلی ایران کار اوست، با شمشیر از چهار طرف رفت، مقصودش این بود که خودش رو برسونه به شمال، حرکت کنه و برسونه به دریای سیاه، یعنی برسونه بندر پوتی. و میشه تصور کرد که اگر ایران یک کشوری بود که کله این گربه به دریای سیاه رسیده بود، پاش هم در خلیج فارس و اقیانوس هند بود، چقدر سرنوشتش عوض میشد. ولی نشد روزگار و در بین راه در حالی که داشت میرفت و هیچ چیزی جلودارش نبود، چون یک شانسی هم آورده بود در این زمان و اون اینکه امپراتوری روغنفا دوچار مشکل بود، بنابراین در روسیه هم ضعیف شده بودن، اون ناچار بودن که داشتن با اروپایی ها می جنگیدن، ناچار بودن که در مقابل ایران تمکین کنن. از فرصت استفاده کرد، شمشیر گذاشت و رفت. این عقل رو و این بلندنگری رو که تا لحظه مرگش با خودش داشت، در حقیقت میشه گفتش که باعث شد که ایران دیگه همه یادگاران صفویه رو بتونه دوباره جمع کنه و این بار دیگه در صدد تأسیس حکومت برای حکومتی به این ترتیب جا گرفت با وسوسه های جیران و یا امینه مادر بزرگ محمد خان. 130 سال این گروه در ایران پادشاهی کردن. در حقیقت وضعیت ایران و اونچه که ایران امروز گفته می شود از اون زمان، پایتخت منتقل کردن به تهران به دلیل اینکه آماد خان نظامی بود و حراست رو خیلی خوب میدونست. من در زمان خبرنگار بودم، از زمان پادشاه شنیدم، آخرین پادشاه، که گفتش که اگر که این عقل رو آماد خان نداشت و اینجا نمیذاشت و هر جای دیگه ای میذاشت، انقدر ما بعضمون خوب نبودیم، دو تا سلسله کوههایی که وجود داره مثل یک سپری ایران رو در مقابل بیگانگان محافظت میکنه. مقصودش البرز بود و همینطور سلسله کوههای غربی ایران که ما رو در مقابل اون زمانها عثمانی ها و در زمانهای بعد عراق و ترکیه حفاظت میکرد. در این زمان دیگه اروپا روی پای خودش ایستاده بود، بنابراین رفت آمد با اروپا شروع شد، محصل فرستادن، سفارتخونه درست کردن و اینا. فتلیشا همه این کارها رو انجام داد ولی گرفتار یک جنگی شد به خاطر اینکه در روسیه دوباره جان گرفته بود یکی از نوادگان پترکه و جان گرفته بودن و بعد هم تونسته بودن پیروزی‌های در ارتباط با اروپا به دست بیارن، قدرتمند بودن، شروع کردن انگولک کردن کجا رو؟ اون بخشی رو که آقا محمد خان گرفته بود و تازه از اشغالش گذشته بود، که اون بخشی است که امروز در حقیقت ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان تو همین مسیره و بخش دیگه کوچیکی از ایالات بقیه فعلی. این مسیر رو که با شمشیر زد و رفت و در وسط همین راه هم در قلعه شوشی یا شیشه سرش بریده شد آقا محمد خان، در همین جا بودش که متوقف موند. ولی حالا دیگه روسا حمله کردن و همین جایی رو که این آخر سر آقا محمد خان رفته بود اومدن حمله کردن، اومدن تا پشت آذربایجان فعلی
و این درد بسیار بزرگی بود. فتحعلی شاه شب و روز نوشتن که گریه میکرد و میگفت که چیزی رو که به من سپرده شد من چه آسان دارم از دست میدم. روحانیت اومدند و از اونجا که روابط روحانیت و پادشاهی قاجار هم مثل صفوی شیعه و بسیار نزدیک بود، اونها اومدند و در یه جاهایی گفته میشه به اقبای انگلیس‌ها که اونها هم یواش یواش دیگه شروع کرده بودن در داخل ایران یه شیطنت داری کردن، به خاطر اینکه ایران دروازه هند بود و بزرگترین مستعمره اونها بود. اونها شروع کردن انگولک کردن و حاصلش یک جنگ دومی بود که این دیگه واقعا کمرها رو شکوند و در نتیجه دوتا به صلاحات وافقت نامه نوشته شد که ترکمنچای خود دیگه خیلی سخت بود، هم مقداری از جواهرات رفت و هم دیگه. اما یه اتفاقی افتاد در این وسط و اون اینی که فتحعلی شاه در حالی که نزدیک به 100 فرزند داشت و این دستور آقا محمد خان در حقیقت بگید دستور همچه ایران بود، او به جای اینکه یکی از فرزندان یعنی پسران خودشو بکنه ولیعهد، در اونجا اومد نوه خودش رو، اولین نوه خودش رو کرد ولیعهد. چرا این کار کرد؟ به خاطر اینکه عباس میرزا اون آدم دلاور که به روایتی بعد از آقا محمد خان دلاورترین آدم قاجار بوده و درست هم از این حرف و با کفایت با سواد که آدم هایی مثل قائم مقام ها در خدمتش بودن و واقعا چی کرده اون جوان دلیر و در این حال مردم دوست و در این حال مهربان، وقتی که او مبتلا به مرض شد و دیگه داشت میمرد، پدر ما دخالت کرد و گفتش که فرزند او یعنی محمد شاه بشه. در اینجا فتحعلی شاه یک حکایتی به کار برد که میشه سومین زن قصه ما و اون اینی که یکی از تیر و طایفه خودشون رو که مادر این محمد میرزای اون موقع بود، یعنی یکی از همسران عباس میرزا بود، سپرد امور رو به دست او. داخل پرانتز یه فلاشبک زن برم یه ذره عقب‌تر. اصولاً همان که گفتم جیران یا امین اسمش بود، مادر بزرگ محمد خان در حقیقت بنیانگذار یا فکر تئوریسین اصلی قاجاریه، او یکی از به اصطلاح تأکیدهایی که کرد و به صورت قانون در آورد در میان این ایل این بودش که شاهزاده ها باید که از قاجار زن بگیرند و شاه بعدی باید الزاماً مادرش هم قاجار باشه و این رو محکم کرده بود. حتی تا اونجاست که گفته می شود، ثبت تاریخ نیست ولی گفته می شود که اون زنه یعنی مقصودم جیران هست یا امینه توصیه کرده بود که دختر از قوانلو بگیرید و پسر به دولو بدید. بنابراین شاهان ایران از بخش یا از تبار دولو باشند و مادراشون از تبار قوانلو. به شوخی یا جدی هم گفته شد که چون اینا در بالا و پایین یک کوهستان و چشمه‌ای در اونجایی که زادگاهشون بود به دنیا آمده بودن، قوانلوها خوشگل بودن. البته نابفتن هم داخل پرانتز که در همین عصر ما و در همین زمانی که داریم زندگی میکنیم هنوز قوانلوهای اصیل یکی از زیباترین گروه زنان شاید بشه گفتش که دنیا، ولی پرهیز کنیم از این همه قلوف و بگیم میان قسم بخشای مختلف ایران بودن. اینو اصل کرده بود جیران و بنابراین خیلی با دقت اجرا می شد. به این ترتیب سپرده می شد نگهداری پادشاه به مادرهایی که قجر بودن. اینو داشته باشی. در این زمان وقتی که محمد شاه رو که نوه شاه فتحعلی شاه بود به عنوان سومین پادشاه قاجار به پادشاهی نشوندن، خیلی مدعی داشت. عموهاش همه مدعی شده بودن. 5 از پسرهای فتحعلی شاه که حاکم بودن بر بخشهای مختلف کشور یاغی شدند. ولی همه اینها با تدبیر قائم مقام، هم قائم مقام بزرگ هم
اورسکا هم فرزند ایشون قائم مقام ثانی که وزیر ارشد بودند، با تدابیر اینها همه سرکوب شدند و آرام شد وضعیت محمدشاه، ولی یک اشکال جدیدی پیش اومد و اون اینکه محمدشاه یک زنی داشت که بعداً مهد اولیا به معنی مادر مثلا یک کسی که مراحل اولیا داره، یعنی در حقیقت بیشتر عنوان مهد اولیا، عنوانی که مادرای شاه میدادن، همون چیزی که الان در اروپا بهش میگن که مادر شاه مثلا. این زنان که خب همه از قوانلو بودن، در این زمان رسیده بود به یکی با عرضه ترینشون که باید یک شوهر بی عرضهی مثل محمدشاه رو که بیمار هم بود اداره میکرد، و یک کار دیگه اینه که این دوتا این زن وجیه دوتا فرزند بیشتر پیدا نکرد، یک دختر یک پسر، و بنابراین پسری یک دانه داشت. دوباره تکرار شد تاریخ، یک مادری اومد وسط و یک پسری رو از سینه به دندان گرفت به قول شاعر، و تمام دنیا رو به هم ریخت، از جمله اینکه با سفیر انگلیس دوست شد، از جمله اینکه با سفیر روسیه رفت آمد پیدا کرد، چه و همه این کارا رو کرد به قصد اینکه فرزند خودش رو جای محمدشاه به پادشاهی برسونه، یعنی کی؟ یعنی ناصرالدین شاه. و گشت و گشت، از قائم مقام هم پرسید که بهترین آدم برای اینکه معلم این بچه من که باید پادشاه بشه قرار بگیره کیه؟ او هم گفتش که امیر نظام. امیر نظام کی بود؟ میستقی خانی که من شما به عنوان امیر کبیر میشناسیم. او رو مهد اولیا کشون، یعنی از توی آشپزخونه، پدرش آشپز قائم مقام بود کبیر قربان، از اونجا بیرون کشید، آوردش توی حکومتی و به مقامات رسوند و در حقیقت کردش معلم و همه کاره فرزند خودش. و چنین روزگار گذشت، مهد اولیا درست دیده بود، مادری رو درست انجام داده بود. چرا؟ به محضی که محمد شاه مرد، این امیر نظام با کفایتی که داشت از تبریز دست این بچه 13-14 ساله، تقریبا هم سنای شاه اسماعیل، این رو گرفت و به سوی تهران روان شد. در طول راه که می اومد چندین یاقیگری رو سرکوبی کرد، آدم هایی رو فرستاد رفتن، عموهای مدعی رو سرکوب کردن، هر کسی یاقی بود در اون دوره رو سرکوب کرد، یکی از برجسته در این آدم های تاریخ ایران انتخاب شد. وقتی که اینا وارد تهران شدن، 5 ماه بود که سلطنت رو در حقیقت مهد اولیا به عهده داشت به نیابت از فرزند خودش. و همین جهت هم به فرزند گفت که امضا کنه، و اولین حکمی که میده اینه که همین اتابک رو بکنه همه کاری، یعنی نخست وزیر کشور. و او هم طبیعتاً اطاعت کرد، معلمش بود و معلم خوبی هم بود براش، و با کفایت و بلند و قوی اندام. در این زمان میستقی خانه امیر کبیر 40 سالش بود، و در این زمان آنچنان که گفتم ناصرالدین شاه 14 سالش بود. خواهر ناصرالدین شاه که فقط 1 سال از او بزرگتر بود و زیبا بود، 15 سالش بود. مهد اولیا نشست و روزگار هم ریخت و گفتش که باید این دختر رو داد به معلم، به خاطر اینکه درست دیده بود و اون معلم بودش که ایران رو به این سعادت نزدیک کرد که یک کسی مثل میستقی خان امیرکبیر که دیگه مصلحی بزرگتر از اون در تاریخ ایران پیدا نشد، او عضو خانواده بشه، یعنی شوهر خواهر تنیه و تنها عضو که بسیار تنها خواهر تنی و برادر تنی هم نداشت ناصرالدین شاه، و نزدیکترین آدم شد پادشاه و او که مهد اولیا باشه. و به این ترتیب سلطنت ناصرالدین شاه شروع شد و او در عرض 3 سال کاری کرد که در دوره های قبل در 100 سال هم نشده بود. و فکر بلندی که او داشت، نامه هایی که ازش باقی مونده،
درباره واکسن دستوری که میده، دستور تا به اونجا رسیده که انگار امروز است و که در بعضی جای دنیا مثل آمریکا کسایی رو که واکسن نزنن جریمه میکنن. در اون زمان دستور داد که در مقابل بیماری های همگیر، وقتی دونو بیماری به فاصله نزدیک اومده بود، دستور داد که اجبارا همه باید، یادتون باشه درباره مملکتی صحبت میکنیم که هنوز راه نداشت و بسیاری از وسائل همون چیزی بود که از 1000 سال پیش وجود داشت، کم و بیش. مملکت اتفاق خیلی مهمی در برای تمدن جدید و او تو سرش اینجا بود. و تا حسرتمون رو بیشتر کنیم بگم که وقتی که میرسلی خان امیرکبیر در ایران به صدارت رسید با این افکار بلند، درست همزمان موقعی است که در ژاپن که یک سرنوشتی تقریبا شبیه ایران داشت، منطقه ایران کوچکتر بود، اونجا هم یک موجی برپا شد به قدرتی نفر آدم که درخشید و رفت، با این تفاوت کوچک که ما ایرانی ها در 3 سال بعد از وزارت امیرکبیر از جوانی این بچه شراب خورده سوء استفاده کرد، همون مادر، و به اغوایی که بعدم قطعی است که سفیر انگلیس و زنش هم توش اثر داشتند و دست کم 4 تا نامه قطعی وجود داره در این مورد که سند مکتوب هست، اینها با هم دیگه از تصور اینکه این داره یک کشوری می‌سازه که در نزدیکی هند همه خطرها برش وجود داره و به خصوص منطقه که الان افغانستان و پاکستان و بنگلادش اینا هست، اینها رو میترسیدن شدید از همسایه شدن ایران با چین. همه نوع دسیسه کردن، همه نوع دسیسه، و مهدولیا به اصطلاح کارگزار این کار بود. انقدر در گوش این بچه جوانه که در اون موقع تازه شده بود، 16 سالش هنوز 17 سالش نشده بود، حکم میگرفتند و در یک حادثه عجیب و غریب 2 روز بعد از اینکه ناصرالدین شاه به اون نوشته بود معلمم، پدرم، همه کارای من، و لباس خودش کنده بود و خلعت فرستاده بود برای امیرکبیر و گفته بود چندی در کاشان راحت کنید و برسید، ولی فرستادن و امیر رو اجازه ندادند که این شاه دخت خانمی رو که همسرش بود و 2 تا دخترش رو ببینه. و به شرحی که میدونید در باغ فین کاشان رگ زدند. یکی از تلخترین حکایت هاست، یعنی اگر خون بگرید تاریخ ایران به این اندازه نبوده. از این جهت گفتم که این مهر مادری در همه جا مثل ماریا عمل نکرده، در همه جا مثل امینه عمل نکرده، در یک جاهایی هم مثل مهدولیا عمل کرده. شاه این کار رو کرد صبح که آثار شراب رفت پشیمون شد، نامه هاش ازش باقی است، یک کسی رو فرستاد بر که جلو این کار رو بتونه بگیره، دیر رسید. بعد از اون تا موقعی که بود، یعنی 45 سال بعد از مرگ امیرکبیر، ناصرالدین شاه پادشاه بود تو ایران، 50 سال بالاتر این رقم در طول دوره قاجاریه و در این مورد اولین پادشاه ایران بود که به اروپا رفت، سفارتخانه درست کرد و نمایندگی در از دنیا و اینجا مرد و دروازه ایران رو به اروپا باز شد و بسیار کارا کرد. اما در مقابل کاری که کرده بود، یعنی در مقابل دادن فرمان کشتن امیرکبیر، هر چی کرد ارزشی نداشت واقعش. از اون سال به بعد همه سالها وقتی که میرفت به قصد موعود خودش از تهران بیرون یه گشتی زنه، از خودش رو از زادگاه امیرکبیر، یعنی از در میانه تفرشت و مرکزی ایران که بیشتر رجال و دیوانیان ایران از اونجا برخواستند، از اونجا رد میشد، میپرسید که از طایفه امیر کسی باقی است. و در آخرین سفری که رفت که 2 ماه بعدش کشته شد، یک کسی رو پیدا کردن، گفتن نوه عموی امیر چوپانی میکرد، او رو هم گفت سوار کنم بفرستم تهران دربار بشه. نامه هایی ازش وجود داره که به همه کسایی که بعد از امیر
صدر اعظم بودن یه نوع فحاشی کرده یا زده تو سرشون یا گفته حیف نظم امیر وزیر اعظم ما. و این داغ در دل او بود تا موقعی که مرد. مهدولیا یک نامه‌ای داره به این فرزند نوشته که گله روزگار توش هویداست. بهش نوشته که من مگه چه کردم؟ امسال 2 سال شد که غیرت نمی کنید نگاهی به من بیاندازید. من قاتل بودم مگه؟ من غیر از شما کسی رو ندارم. هر چه کردم برای سلطنت شما کردم. گیرم اشتباه کردم. چرا مرا نمی بینید؟ چرا به من غضب می کنید؟ چرا از من متنفرید؟ یعنی انگار تمام تاریخ رو کشونده تو یک نامه مادرانه و اونجا زجه می زنه که من که همه دار و ندار خودم رو بخشیدم به او، ولی حالا چه کنم که خطایی شده. و بهش میگه که چرا من نمیبخشی، و گفته میشود که این نامه هم اثری نذاشته توی ناصر نیشه آدم های نزدیک گفتند باری. اما برسیم به این که این طایفه 120 سال باقی موندند و به قصدی که دیگه براتون روشن هست رسید به سال 1300، اوایل 1300 که بعد از این کودتایی آخرین پادشاه قاجار به دلیل اینکه نفس و نسیم انقلاب مشروطه به مشامش خورده بود ایستاده بود و میگفتش که من به امور دخالت نمی کنم. به این ترتیب ایرانی ها این شانس رو پیدا کردند که اولین کشوری در منطقه باشند که با زبان تقریبا خوش یک دیکتاتوری پاگیر محکم شده رو آروم آروم رسوندن به مجلس، رسوندن به خدمات مردم، مجلس و روزنامه های آزاد، احزاب حرکت کنیم. گرچه که هنوز چون بلد نبودیم، بعضی همین پرسن مگه حالا بلدیم، بلد نبودیم، خب به حال آرام نمی شد مملکت، ولی آزاد شده بود. در پادشاهی احمدشاه ثبت هستش که او تنها و آخرین پادشاه دموکرات ایران بود، ولی به هر حال او توسط رضاخان پهلوی تهدید شد. رضاخان میخواست ایران رو درست کنه، یک ارتشی غیرتمندی بود و تحمل نمی کرد این آشفتگی کشور هست که خب واقعا از نظر اقتصادی هم موضوع کشور هم ریخته بود. میگه تقریبا مثل همه جای دنیا آزادی معنی نداشت، یعنی آزادی وقتی که نون نباشه، وقتی که بیماری باشه، وقتی که راه نباشه تبدیل میشه به یک شوخی مدر. و چنین شد و اومد. اما توجه داشته باشید پهلوی هم بدون یک زن پهلوی نمیشد. خانم تاج الملوک طاهرالملوک زن دوم رضاخان، میگفتن قدمش انقدر خوب بوده است که به محض اینکه ازدواج کرد در تهران با رضاخان، به محض اینکه ازدواج کرد او درجه افسری گرفت و به دستور فرمانفرما معلم گرفت، سواد پیدا کرد و دیگه تبدیل شد به افسر قدرتمندی. و بعد از اینکه فرزندی به دنیا آورد و دختر بود، خیلی رضاخان ناراحت شده بود چون یه دختر هم از مازندران داشت و با خودش آورده بود که دیگه اون موقع بلند بزرگ سال بود. ولی خانم تاج الملوک که هم کوچکتر بود ازش، هم به حال نسب شاهزادگی داشت و یه پدرش سرهنگ بود و یه ذرم دماغش به اصطلاح قدیمی ها بالا بود، او به توقع داشتش که یک فرز یه پسر بیاره، حالا که همه رضا شاه میخواد، هنوز شاه نشد. و تا اینکه بالاخره رسید و او مثل قدیما تو خونه نزدیک سنگرز فعلی اونجا زایید بود و دختر بود باز. و قبل از اینکه ناله بقیه بلندشه گفت ماما، گفتش که صبر کنین یکی دیگه هم هست. و اون یکی دوم هم یک پسر بود. وقتی توی بیمارستان موقع ثبت سجل نوشتن محمد، اون موقع مرسوم بود که به جای اینکه بگه محمد فرزند رضا
گفت محمد رضا، بنابراین این دومی شد محمد رضا و اسم محمد رضا روش باقی موند. اون مادر سختی های غریبی کشید تو زندگیش، همین خانم تاجرگل رو میگم، کمتر کسی این فرزند همه زندگی رو بر او آورد، او همه زندگیش رو در محمد رضا شاه میدید و باور کردنی نبودش که بعد از 28 مرداد که او توش خیلی موثر بود، مخصوصا خانم فرخنده، که محمد رضا شاه خودش هم با مصدق بدی نداشت، هم بدش نمیومد نفت ملیشه و هم اینکه از به اصطلاح شورش مردم و تکرار حوادث که اون زمانها تو جاهای مختلفی مثل مصر و عراق و اینا اتفاق افتاد و میترسید، کار مهمی نمیکرد. هرچه امریکا و انگلیس هم برش پیغام میفرستادن که علیه مصدق یه کاری بکنه، نه کار مهمی نمیکرد. حتی اکثر کارش این بود که میگفت بشه من تو ایران نباشم، هر کاری میخواد بکنه. ولی خانم تاجمرد اینطوری نبود، او و دخترش که تو امان یعنی دوقلوع پادشاه بود تا آخرین لحظه ممکن مقاومت کردن، تا بالاخره دکتر مصدق مجبور شد که دستور داد اونا از کشور بیرون کنن، با وجود این دوتا یعنی مادر و دختر ول نکردن داستان رو و همینطور ادامه دادن و دادن به جایی که اشرف رو کشوند پلوی آقای استالین که همه دنیا ازش میترسیدن. اشرف خودشو رسوند در این زمان که طبیعتاً سنش هم کم بود، زیر 30 سال بود و زیبارو و قد بلند، و که برمیگشت پارتوکوسی از استالین گرفته بود که وقتی رسوند به مادرش گفت میخوام اینو بدم به شما چون همه منحبه رو شما کردید. خانم تاجمرد گفت نه تن خودت باشه مادر. این هر دو همه عشقشون و وجودشون به محمد رضا شاه بود، به همین جهت میشه فهمید موقعی که محمد رضا شاه میرفت این مادر که خودشو سهیم میدونست خیلی آخرین مادریست که دارم نقل میکنم، خیلی زجر کشید. پایان کار در یک خیلی پیر شده بود، از 100 سال گذشته بود و دیگه کسی هم در دنیا نبودش که زیر بازیش بگیره و مثل دوران سلطنت پسرش برایش بیمارستان خصوصی در خونهش برپا کنه. بچه و چه در امریکا من در یک خانه سالمندان، و اگر کسی به خصوص ایرانی ها خودش رو میکشوند و یه موقعی بود که میشد در روزای آخر باش حرف زد، به محصی که اونا رو میدید سر در دلش باز میشد و میپرسید که پادشاهی میگفتی حرف معروفش که پسر هم میزد، میگفتش که پادشاهی پسرم از آفتاب اومده. به این ترتیب چیزی که میخواستم براتون نقل کنم، نقش زنان در سرنوشت ایران، نه اون کاری که در مورد صفویه شد، نه کاری که در مورد قاجار شد، نه کاری که خانم تاجمرد در دوره پهلوی کرد، اینا هر کدومشون اومدن پدر من رو 500 سال تاریخ ایران ساختن. از زمانی که ایران برپا شد در حقیقت میشه گفت ستون فقرات حکومت هایی که اومدن رفتن، فارغ از اینکه بد بودن یا خوب بودن، به حال تاریخ ما اصلا زنها بودن.